همانطور که در بیانیه دفتر مطبوعاتی کاخ سفید اومده، تشدید نظارت بر برجام، بازرسی از مراکز نظامی و دفاعی ایران و افزایش فشار بر سپاه پاسداران اصلی ترین محورهای راهبرد جدید دولت ترامپ در برابر ایرانه. همزمان با انتشار محورهای راهبرد جدید امریکا در قبال ایران، بعضی خبرگزاری‌ها به نقل از منابع آگاه در وزارت خارجه از آماده شدن پاسخ راهبردی ایران به اقدامات امریکا خبر دادند. این راهبرد در 6 محور با تاکید بر ادامه مبارزه قاطعانه با داعش و گروه‌های تروریستی در منطقه، ادامه سیر توانمندی دفاعی، موشکی و بازدارندگی کشور، حمایت سپاه پاسداران به عنوان یکی از ارکان حفظ امنیت کشور و مقابله با هر گونه اقدامی علیه نیروهای مسلح کشور، ادامه مسیر مقابله با سلاح‌های کشتار و جمعی و خلع سلاح جهانی به عنوان پایه و اساس برجام و ادامه مسیر استقلال خواهی و عدالت خواهی تدوین شده است. رئیس مجلس کشورمون هم که به روسیه رفته هشدار داد اگه امریکا به مفاد توافقنامه هسته‌ای عمل نکنه چیزی از برجام باقی نمیمونه. لاریجانی تاکید کرده تهران به خروج احتمالی امریکا از توافق هسته‌ای پاسخ لازم و قاطعی میده. متاسفانه آمریکا در شرایطی قرار گرفته که با این گونه حرف‌ها جایگاه خودش رو کاملا تنزل داده. توافق هسته‌ای یه مسئله دو جانبه نیست. و توافق هسته‌ای توسط قطعنامه شورای امنیت ساپورت شد و تایید شد. بنابراین این یه توهینی است به سازمان ملل. ولی خب ما برای همه این امور پاسخ‌های روشنی داریم. خود برجام هم موضوع رو روشن کرده که اگر آمریکایی‌ها چنین اقدامی بکنن ایران میتونه مقابله کنه. شما در واقع اینجوری می‌بینید که امکان داره ایران هم از معامله هسته‌ای ایران خارج بشه اگر آمریکا؟ حتما امکان داره. نیپریمنا یست تاکای وازموشست. دروغگویی ترامپ در برجام، این رو نه مقامات ایرانی بلکه وزیر خارجه سابق امریکا گفته. جان کری که در دوران مذاکرات هسته‌ای وزیر خارجه امریکا بوده هشدار داده بر هم زدن توافق هسته‌ای اقدامی خطرناک، بی ملاحظه و غیر مسئولانه است که در نتیجه اون امریکا منزوی میشه. وزیر خارجه آلمان هم به رئیس جمهور امریکا هشدار داده اقدامش در خروج از برجام باعث بروز اختلاف بین اروپا و امریکا میشه و اروپایی ها رو به روسیه و چین نزدیکتر میکنه. وزیر خارجه روسیه هم در گفتگوی تلفنی با وزیر خارجه کشورمون تاکید کرده مسکو مصمم به اجرای توافق برجام به شکلیه که سازمان ملل تصویب کرده.